با همکارم مرتزا و کازمیان اینجا در استودیو همراه هستیم مرتزا اجازه بده که از همین خبر تلخ شروع کنیم خودکشی یک جوان یک معترض یک خبرنگار و یک فعال سیاسی چرا؟ بر واقعا خبر خیلی تلخ خیلی تلخ و واقعا هولناکی بود برای همه کسانی که میشناختن کیانوش سنجری رو و به ویژه شاهد همه تلاش های او مبارزات او برای آزادی برای تغییر وضعیت ایران برای گذار به دموکراسی و اساسا برای ایران بودن یعنی واقعا ایران یک جوان آزاده و ایران دوست رو از دست داد که متاسفانه رنج زیادی هم متحمل شد یعنی با اطمینان میشه گفت مسئولیت این جانباختن مظلومانه مسئول اصلیش حکومت هست مسئولیتش با جمهوری اسلامی هست با نهادهای امنیتی است با شخص اول نظام علی خامنی است به خاطر تمام این فشارهای سنگین و آزار و اذیت درازمدتی که متوجه کیانوش سنجری شد یعنی دو سال بیشتر عمر نکرد و از 17 سالگی کیانوش سنجری به خاطر اعتراضش به اون فاجعه کوی دانشگاه تهران از همون موقع از سال 78 هدف برخورد خشونتبار قرار گرفت این فشارها این تهدیدها در بازداشتهای مکرر حبس او در سلولهای انفرادی بازداشتش زندانی کردن او انتقال اجباریش به بیمارستان روانپزشکی و حتی تحمل نکردن بازگشت او بعد از در واقع مهاجرت مجددش برگشتش به کشور همه اینها یک فشارهای درازمدت و سهمگیر رو متوجه یک جوان آزاده کرد اشاره کنم که بعد از خروجش از ایران خب چند سال به عنوان خبرنگار دست آمریکا مشغول بود سنجری نیمه دهه 90 برگشت به ایران به خاطر وضعیت مادرش که من همینجا تسلیت میگم به مادر و بستگان ایشون برگشت ولی باز هم تحمل نکرد یعنی همون هنگام دولت روحانی تاکید کرده بود که به حال استقبال میکنه از بازگشت روزنامه‌نگاران فعالان سیاسی ایرانیان مهاجر ولی هدف برخورد امنیتی قرار گرفت و بدتر دستگاه غذایی تکمیل کرد پروژه سرکوب او رو با صدور و حکم و مجموع فشارهایی که متاسفانه متاسفانه خط شد به اون اتفاق بسیار تلخی که دیروز رخ داد و من فقط اشاره کنم به اون جمله که خود او تاکید کرده که زندگی یک وطن به من بدهکاره برای اینکه توش زندگی کنم و امیدواریم که یک چنین وضعیتی رخ بده و بویژه به تعبیر خود او در آخرین پیامش روز ایرانیان بر این وضعیتی که در کشور هست چیره بشن و این سرکوبی که عوارض هولناک اون در سطوح مختلف جاری هست و یک مورد اون و یک مورد بسیار تلخش دیروز رخ داد به پایان برسد مرتزا به صدور حکم اعدام برای متمان پرونده موسوم به اکباتان هم بپردازیم دلایل صدور این حکم چه بوده این من فقط اشاره کنم که یک طلبه بسیجی در جریان خیزش زندگی آزادی آبان 1401 در اکباتان کشته شد پیرو این اتفاق که در متن اعتراض ها رخ داد ده ها نفر گفته میشه حدود پنجاه نفر بازداشت شدن یک پرونده شکل گرفت که در نهایت چارده متهم برای اون سازمان یافت از اون جمع برای هشت نفر حکمای سنگینی ساده شد هشت نفر از اون متهمان همچنان زندانند البته چهار نفر زندانی بودند چهار نفر آزاد شدند دوباره بازداشت شدند و حالا مطابق این در واقع گزارش جدید برای شش نفر حکم اعدام صادر شده من تاکید کنم جدای از این که اساسا این روند دادرسی که در رابطه با این متهمان این پرونده شک گرفته مثل دیگر پرونده های قضایی در جمهوری اسلامی بی بوده به آین دادرسی منصفانه و اون لوازم رسیدگی به یک چنین پرونده هایی جدای از این که خب واقعا نقض حقوق مدنی حقوق حتی جاری در جمهوری اسلامی هستش نکته قابل توجه اینه که برای شش نفر به خاطر قتل یک نفر حکم اعدام صادر شده و باز متاسفانه اینکه بر مبنای اون گزارشی که وکیل دادگستری داده از این پرونده قاضی پرونده در بعد از سپری شدن بیش از دو سال حدود دو سال اومده حکم حداقلی صادر کرده اما دو مستشار که اینها خب مشخص ارتباط دارن با نهادهای امنیتی اونها دخالت کردن حکم حد اکثری دادن برای شش نفر که خب هیچ توازنی وجود نداره هیچ اقلانیت و طبیعتا منطق و انصافی در اون نیست و فقط میشه امیدوار بود که اگرچه در جمهوری اسلامی انصافی نیست ولی حداقلی از اقلانیت وجود داشته باشه که در یک چنین شرایطی دوباره این حکم بسیار هولناک گریبان شش جوان ایرانی رو نگیره و من همینجا اشاره کنم متاسفانه جمهوری اسلامی از حکم اعدام در تمام این سالها به عنوان یک ابزاری استفاده کرده برای تشدید سرکوب، تشدید ارعاب و ایجاد یک فضای آرامش گورستانی در کشور و این حکم رو در یک بزنگاه های متاسفانه ازش سو استفاده میکنه علیه جان انسان و برای تداوم اقتدار غیر دموکراتیک خودش متشکرم از تو مرتزا همکارم مرتزا کازیمیان اینجا در استودیو با ما